نقاطهم دي که توانسته فساد در دیگه دنیا هم کم کنه یا زیر کنترل بره، یا بعض جامعه هایی که به کلی ادعا دارن که یعنی تقریبا معوش کردن، از چند نکته عمده شروع میشه به جامعه های ما. یکی مسئله است که ما زیادترین فساد ما در واردات و قسمت صادرات ما است، که گمرکات ما، پلیس ما، نیت ما را اما اکثر منابع دولتی دهی دست دارن و خود تاجرا هم دهی دست دارن، به خاطر از اینکه انوایس بدل کردن، مال یک نوع مال آوردن مرا محصول به دیگه چیزی که کمتر از او سرش محصول وضع میشه برابر کردن. اینا به استانداردهای دنیا کمپانی های هم پیدا شده که هم بیمه دارن و هم مقررات میفهمن که از جایی که مال بار میشه به یک ملک مثل ما وری که ما به بر داریم و آسانتر است، ای کل این وایسای هزی از عمود اقا مانتر میشه، در خود مال یک پتن یا یک ترید مارک زده میشه که از روی از اون نمره و اینا ازی تریس میشه، جی پی اس کانتینر و کارگو ازم میشه که از نقطه بار شدن تا نقطه تختیه کل از این معلوم میشه چی آمده، برای چی میایه، در کجا تخلیه میشه و این میشه. مصارف از این چیز بسیار زیاد نیست و شرکت های عمده در بسیاری ملک های مثل ماوره ای به $10 و $15 هم فی کانتینر مانیتر میکنن. عین مانیتر شدن یا مقرر دیدن از نگاه الکترونیکی میتونه کرده که باز باشه و ایره سیبل سوسایتی، پلیس، امنیت دیگر هم کنترل کنن و یک نقطه جلوگیری میکنن. مسئله دومش که در قانون ما مشکل داره فساد ایست که ما وزارتخانه خدا و بالخصوص امنیت ملی و اینا را نه تنها به پارلمان کردیم که پارلمان اینا را در مرحله حول به اصطلاح وقتی که ریاست جمهوری یا حکومت پیش میکنه اینا را رای اعتماد بلکه دست از اینا را بسته کردیم دوباره که 240 وکیل و بیشتر از این به خاطر فسادهای خودم دوباره وزیر و اداره را مجبور به فساد کنه. چرا اگر نکنه رقمی که میبینین بازو به استجواب و استهزا و اینا گرفتار میشه، مخصوصا امنیت ملی. هیچ ملکی نیست که امنیت ملیش به این رقم به دست 240 یا 250 نفر. امنیت ملی باید از شوکات برای و در بخش امنیت ملی بخواد اداره از فساد اینا باید یک تیم بالخصوص برای از این درست شوه که دو اجازه داشته باشه، یکی تحقیب مسائل اقتصادی و دوم تحقیب مسائل مردمی که بر رشوت و فساد دارن به دوسیه سازیش و یک چارنوالی مخصوصا باید بر ازی داده شوه که دسترسی کسی در اون نباشه که بتانه کرده که اینا را هم اسناد سازی کنه، هم به محکمه پیش کنه و هم پشتر از او استاد شوه بدون از اینکه مداخله ما بینش شوه. قانون اساسی افغانستان بدبختانه کاری کرده که آدم پاکم پس دوباره به دست مفسد میسپاره و این خطرناک است. مسئله دومش مسئله قضای افغانستان است. تا وقتی که پس محاکم اینا شما اگر یک آدم فاسد به محاکم میسپارین و او دوباره یک محکمه خاص به خاطر فساد اقتصادی اداره باید درست شوه و استاد سازی. مشکل دیگهش مشکل عزیز که شما از نگاه قانون اساسی افغانستان هیچ نوع صدای کسی را ثبت کرده نمیتونین، هیچ نوع استادسازی خودتان کرده نمیتونین، یعنی کسی که خودش بر رشوت روبرو هست از نگاه حقوقی عقل نداره که بتانه کرده طرف مقابل اداره را صدایش ثبت کنه، استادسازی بسازه و اینا. سرعزی هم باید یک بحث دیگر به این جامعه شوه. مسئله دیگه ایست که مسئله مالیدهی یا چوکات را به طور تنظیم نشده که ایره
تاجر و دکاندار و مردم افغانستان که عایدات چی از نگاه خریداری دارن، چی از نگاه سرویس دارن و اینا قبول کرده باشن. ببین مسئله است که وقتی که شما مالیه وضع میکنین، باید طرف مقابل بفهمه یا جامعه بفهمه که این مالیه از او پس دوباره به چی میره. مسئله دیگه که عمدترین نکته فساد افغانستان است که کمتر توجه میشه، مسئله معادن افغانستان است. وقتی که حکومت به حالت جنگ است و ضربات آیسای و بیگانه ها را هر دقیقه تحمل میکنه، یک راه چاره منابع عمده افغانستان یا معادن افغانستان ای خواد باشه که ایواز از ای که اینا را میمانه سر بخود، اما قریه را که یا ولسوالی را که مربوطش میشن جمع کنن، برای از اونا بسپارن و مهرم به یک شرط که وقتی که اینا کندکاری میکنن یا جمع میکنن یا اینا میکنن، یک مرکز تثبیت اندازه از او شوه و فیصدی مالیه سر جمع حال به دست آدم های زوراور. یک آدم است که هم به اصطلاح ولسوالی را به غلامی گرفته، حکومت هم فشار داره، از منابع یعنی هم به قاچاق اینا استفاده میکنه. نکته دیگه فساد در افغانستان مسئله کشت و زر کوکنار است. کوکنار اگر حکومت افغانستان و جامعه بین المللی باید به یک منطق برسد، دو راه داره. یا ایست که شما فارماسوتیکال یا کمپانیایی را که به اروپا دوام سازن و دواسازی را مطرح هستن یا به هند و اینا، امرای از اینا باید یک قرار داد کنین که این تریاک مستقیما سر از اونا فروخته شود. یا ایست که امریکایی ها ماریوانا یک چیز شبیه چرس قانونی ساختن، که چه امریکایی را مطرح کنین که امیر به کشت ماریوانا بدل کنن که اونا هم از نگاه طبیعی استفاده میکنن و فروش برسن، که دست قاچاقبر از این کنده شوه، چون زمیندار ما یک قسمت مثلا کم از این عاید میکنن. منم اون مجبور است چرا مقایسه را که این امرای قیمت از نگاه گندم یا ترکاری یا دیگه میکنن ده چندش عاید داره و در این قسمت فساد هم از این پاکستانی که استفاده عظیم میبرن برای بی‌عزتی افغانستان نکته مثلا سیومش ایست که زجر شکل جامعه میبره به خاطر 3 میلیون آدمی که در این معتاد میشه.